در این ویدیو با برخی از اراذل اوباش نامدار سالهای گذشته آشنا میشید. افرادی که سرنوشت‌های متفاوتی داشتند، اما بسیاری از اونا حالا زیر خاک هستند. شرورهایی مانند محمود طالبی، مهدی سیا، علی مطلب و اصغر خارجی، همچنین لات مجازی دهه 90 وحید مرادی که مرگ اون سر و صدای زیادی به پا کرد. تا آخری ویدیو با ما همراه باشید. ابتدای سال 57 به دنیا اومد، اما پرونده زندگی اون در مرداد سال 85 در زندان بسته شد. یکی از بزرگترین لات‌های شناخته شده در چند دهه اخیر کسی نیست جز اصغر نصیری، ملقب به اصغر خارجی. اولین بار در 14 سالگی دستگیر شد و به کانون اصلاح و تربیت رفت. در اونجا به سلطان کانون تبدیل شد و همه از او حساب می بردن. چندین بار از دست پلیس فرار کرد، اما چند بار به اتهام کیف قاپی، سرقت جواهر و درگیری اراذل اوباش شناسایی و دستگیر شد. اصغر که معروف به خارجی بود، سرانجام سال 85 از سوی پلیس دستگیر و به زندان رجایی شهر منتقل شد. اون که ده ها نوچه برای خود داشت، روز دهم مرداد روی تختش در زندان رجایی شهر به قتل رسید و هیچ کس نفهمید چه کسی و برای چه اصغر رو به قتل رسونده. هم دستان او هم برای فرار از دست پلیس به یکی از شهرهای شمالی فرار کردند، اما همگی در اثر انفجار گاز در ویلا جانشون رو از دست دادند. شاه مازندران، زمستان سال 94 بود که تصاویر قدرت نمای فردی در فضای مجازی سر و صدا کرد. این فرد که خودش رو شاه مازندران می نامید، فردی رو که مدعی بود قصد حمله به اونو داشته مورد ضرب و شتم قرار میده. بعد از انتشار گسترده این فیلم، نام محمود طالبی ملقب به شاه مازندران بر سر زبانها افتاد. اما محمود طالبی کی بود؟ اون یکی از اراذل و اوباش به نام بابل بود که چندین بار از سوی پلیس دستگیر شده بود. بعد از انتشار این فیلم، بارها از سوی پلیس دستگیر شد و این بار برای او اتهام محاربه در نظر گرفته شد. اما حکم اون در دادگاه ساری تغییر پیدا کرد و از اعدام نجات یافت. شاه مازندران به 16 سال حبس محکوم شد و به زندان بابل منتقل شد. محمود طالبی که یک بار هم به اردوی تیم ملی دعوت شد، اما نتونست به تیم ملی راه یابد و متولد سال 62 بود. با تشکیل تیمی از اراذل اوباش، قصد داشت خودش رو بزرگترین شرور و گندلات استان مازندران نشون بده. او بعد از دستگیری در زندان به فردی آرام تبدیل شد، اما سرانجام 25 اردیبهشت 96 در زندان متاکلای بابل دچار ایست قلبی تنفسی شد و بر اثر سکته جون خودش رو از دست داد تا با مرگ اون پرونده شاه مازندران برای همیشه بسته بشه. علی مطلب از فروش مواد تا شلیک به پلیس، معروف‌ترین شرور غرب تهران علی مطلب بود. این شرور که سلطان مواد مخدر بود، مانند جن شده بود و هیچ کجا نمی‌شد اون رو پیدا کرد. علی مطلب با شرارت‌هایش محله هاشمی را هم به هم ریخته بود. تمام همدستانش شناسایی و در خیابان شریعتی دستگیر شدند، اما هیچ ردی از علی مطلب نبود. بالاخره پلیس مخفیگاه اونو شناسایی کرد و علی به سمت ماموران تیراندازی کرد. ماموران هم اونو کشتند تا پرونده یکی از اراذل و اشرار مطرح تهران برای همیشه بسته بشه. سعید سامورایی، پای ثابت دعواهای شرق تهران، یکی از اراذل اوباش شناخته شده تهران که میهمان همیشگی پلیس در تمام طرح‌های برخورد با اراذل اوباشه، سعید سامورایی نام داره. مردی قوی هیکل و قد بلند که یک بزن محله تهران پارسه. اون آخرین بار
دو سال قبل از سوی پلیس در طرح برخورد با اراذل اوباش به اتهام درگیری با یکی از اراذل معروف به محمد ماشالله در شرق تهران شناسایی و دستگیر شد. سعید سامورایی به علت اینکه چند سالی در ژاپن بود به این لقب شناخته می شد. دارای جثه بسیار بزرگی و از دهه 80 که طرح برخورد با اراذل اوباش آغاز شده تا همین دو سال پیش همیشه پای ثابت دستگیری های پلیس بوده. سعید سامورایی به گفته دوستاش دیگه توبه کرد و شرارت نمی کنه. هر از چند گاهی توبه خودشو میشکنه و به درگیری با اراذل اوباش دیگه میپردازه. هانی کرده اواسط دهه 80 و در زمان فرماندهی سردار رادان در تهران برای اولین بار نام هانی کرده به عنوان اراذل اوباش بر سر زبان‌ها افتاد. جوانی از محله بیسیم تهران که قاچاق انسان، تولید و توزیع مواد مخدر صنعتی و قدار کشی رو در کارنامه خودش داشت و از دست پلیس فراری بود، اما بالاخره ماموران پلیس اونو دستگیر کردن و راهی کهریزک شد. بعد از آزادی ادعا کرد خلاف نمی‌کنه، اما چند باری از سوی پلیس دستگیر شد. هانی کرده چند باری هم توی یک قدمی مرگ رفت و آخرین بار در دی ماه سال 98 وقتی مقابل یک آب میوه فروشی رفت از سوی افراد ناشناس با 21 ضربه چاقو مجروح شد، اما جان سالم به در برد. حسین قول. حسین قول یکی از اراذل و اوباش شناخته شده شرق تهران و جزء اراذل اوباش سطح 1 شهر محسوب میشه. قول در یک درگیری که مقابل قصابی و پدرش در شرق تهران رخ داد به خاطر اینکه رقیب عشقی دوستش به دختر مورد علاقه اون نزدیک‌تر شده بود اقدام با درگیری با چند پسر جوان کرد. در این درگیری او با اسلحه رقیب عشقی دوستش رو به قتل رسوند و چند جوان دیگر را هم زخمی کرد. چند روز بعد دستگیر شد و در حال حاضر در زندان به سر می‌برد. مهدی سیاه یکی از اراذل اوباش کم سن و سال دهه 80 معروف مهدی سیاه، پسری که یک محلی از او میترسیدند. این جوان 21 ساله برای خود ده‌ها نوچه داشت و به اذیت و آزار مردم میپرداخت. مهدی 50 سابقه درگیری و بزن بهادوری داشت و در 9 سالگی اولین بار به جرم زدن همکلاسیش با چاقو دستگیر شد. دستگیری های مهدی چند باری ادامه داشت تا اینکه بالاخره سال 89 در 24 سالگی در زندان رجای شهر به دست افراد ناشناس کشته شد. وحید مرادی. بعد از اینکه اراذل دهه 80 از سوی پلیس دستگیر و بساط شرارت های اونا برچیده شد، در دهه 90 بیشک معروف ترین لات وحید مرادیه، لاتی که به لات و شرور مجازی معروف بود. در تابستان 97 دوستش حسین رو در یه مهمانی کشت و به لب مرز فرار کرد، اما شناسایی و دستگیر شد. لات معروف این دهه سرانجام چند ماه بعد در هواخوری زندان به قتل رسید و پروندهش پایان یافت. اگه به سک ویدیوها علاقمندید حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید و با حمایت کردن از ما بهمون کمک کنید که هر روز ویدیوهای بهتری براتون بسازیم.